بشم هشم نعصه به نسلی اخ تراسی والانو مشه مراشا قهلت یعقوب. ما صفحه 335 میخونیم. سیمان ترسب یعنی 662 تفیلای روز دوم و خلموید. میخوام ببینیم که ما خلموید چه وظایفی داریم. خلموید تفیلا میخونن شهریت رو مثل هر روز و یل بیابو میگن در قدسه در عبودا و بعد خزارا هم برخای لولاب میگن، شیانو هم نمیگن مگر که روز یوم تو اول افتاده شبات که اون وقت روز دوم شیانو میگن. هلل هم کامل میخونن، هلل هم و لولاب هم تکون میدن، حرکت میدن و خواهش میکنن سفر تورا و نمیگردونن در این زمان، میذارن سفر تورا رو توا دورش میگردن یک بار در هر روز و بعد عقافه هم تیت قبال میگن، بعد هم تورا میگردونن به جماعت نشون میدن و میگن به زوت تورا چهار نفرم میخونن و چهارمی هم خسی قدیش میگه. بعد اون قرائت هم سفر تورا میذارن سر جاش، اشرو و والسیون و بتیعقاب و شیلشلیوم شوالی مونا خسی قدیش و تفیلای مصاف میگن. کسایی که انجام میدن بت یوم توف شنیه گالوت تفیلا میخونن مثل یوم توف ریشون و در میارن دو تا سفر شالوم و میخونن پارشایی که دیروز خوندن مفتیرشم و یقیلو میخونن تو ملاخیم تا بوسی اوتام مرس میسن. شبات و خلموید مثل امسال که داشتیم دیروز بود، در شبات خلموید تفیلا میخونن عربیت و شهریت و مینخای شباتی، عربیتش هم اتاقی دشتا، شهریتش هم ایست مخموشه، یلوی آبان میگن و میگن اتیو میگرا خودش از اگه اشتباه کرد تفیلا خوند اتا به خرطانو، یعنی دیروز اگر کسی اتا به خرطانو گفته و ذکر شبات هم کرده وسط براخا و گفته مقدش از شبات به اسرائیل و از منیم قبوله، پس دیروز اگر کسی عطاب به خطانو اشتباهن خونده اسم شبات هم آورده آخرش هم هم مشتو شبات آورده هم اسم موعد مقدش از شبات به اسرائیل و از منیم گفته قبوله، نمیگیم دوباره برگرد تفیل شباتی بخون، ولی اگر یادش اومده وسط تفیلا قبل از خاتمه براخا میگیم قطع کن تا قیدشتا بخون اسمخ یا اسمخ باشه بخون. و در مصحف هم که حتی به خرطانو میگن و میپنه خطاینو مقدش از شبات به اسرائیل از منیم هم خاتمه میدن. در شبات خلموید یعنی مثل دیروز در میارن دو تا سفر، اولیش میگن ریعتا عمر الی و مفتیرش هم که در قربانی روز میخونن خوسلارس که شک یوما داریم، شکی که امروز حالا دقیقا اول یادوامه مفتیر یه خسقیل میخونه یوم بوگوگ و مفتیرش ذکر نمکنه در براخای افتور خایگ از سوکوت و همطور خاتمه نمیده بلکه مقدش از شبات فقط، یعنی دیروز افتاراش فقط مقدش از شبات. ما میخوام ببینیم میسوای شادی موعد چیه. صفحه 335 شماره آلف سیف آلف نوشته رمبام در ایلخوت یومتوب خیاب انسان که شاد باشه و خوشقلب باشه خودشو بچه هاشو زنش و تمام همراهانش در موعد اسرائیل در موعد موعدهایی که داریم نوشته به سامخت ها به خیگه خواه و این سیمخا نیست مگر با گوشت و یعین، گوشت و یعین بخوره و موقعی که میخوره و نوشه میمینوشه خیابه که به غریب و یتیم و بیوه زنم برسه با سایر فقرا و که بیچاره هستن، ولی کسی که در خونش میبنده میخوره مینوشه خودش و زنش و بچهاش رو به فقرا نمیده اونایی که تلخ جانن نمیده این سیمخای میسوا نیست بلکه سیمخای شکمشه، بلکه کسی که کار میکنه یعنی فقط فکر خودش و فکر نیازمندانیست نوشه زیبخهم کلخم اونیم لایم کلخلاب ایتمه او کی لخمام لنفشام، یعنی زبشون مثل
نون عزاداریه براشون. اگه اونیم رو درست معنی کرده باشیم، تمام کسایی که میخورن ناپاک میشن، زیرا نونشون به قیمت جونشونه. البته بعد پیروشاش رو تو شاید دید برینده. و این سیمخا سبکیه براشون. ملاخی دو گفته میپاشم زبل بر صورتشون، زبل جشنشون، تا اینجا لفظش. همینطور در زوار عقادش گفته در تمام جشنها لازم انسان که مخصوص کنه و شاد کنه افراد، لخده المخده، شاد و خوشحال کنه مسکینان رو. بیو خده بیل خدای لای عیویل مسکینا، اونشیم سگی. و اگر خودش بخواد شاد بشه و به مسکینان نده، جریمش سنگینه. به حال لولو یعیب خیدول آخره، شادی دیگران رو نخواسته. شالون برخواه تو با. و بر اون نوشته و میپاشم زبل بر صورتتون، زبل جشنتون. و به خصوص در خرگسوکت لازمه که لشتف، یعنی شریک کنه در شادیش فقرا رو و اون نیازمندار رو. اونتا در اقدوش موندیتی به سیلاد ممنوتا، و کسی که میشینه در سایه ایمان هشم سوکا لازمه که شاد کنه و قبول کنه اوشبیزینی لا این قدشین، این هفتا مهمونی که میان، و مسکینا رو خوشحال کنه. و این اولاقا این قسمت این مهموناست که دعوت میکنه که مسکین بیاره تو خونش، و اگه نده به اونا قسمتشون رو قیم مینه به امر التیر خم، در موردش گفته شده که نون آدم تنگ نظر نخورد. پس باید که به دیگران هم کمک بکنه، فقط فکر خودش نباشه. میسوایی که بت که شاد کنه در خگ، شادی کنه در خگ با گوشت و ینگ، با وجوده که از اصل میسوا اینه که با گوشت بهما باشه، گوشت گاو و بره باشه. کسی که نمیتونه بخوره گوشت گاو و بره به خاطر سرایت سلامتی یا کشروت، یا شک داره تو کشروتش، گوشت پرنده بخوره. میسوایی که شاد کنه زنش رو به چیزی که شایستن براش، یعنی با لباس آزی و آلات زیبا اونطوری که دستش میرسه، بچه همون چیزی که شایستشونه، به قلایوت و گزیم با به اصطلاح دانه برشتا و گردو و شیرینی ها، بلکه به فراخور آخر چیزی که براش دوست داره بهش بده. گیمل میسوای شادی در خنگ چه یومتوبه چه خلموید، خلموید هم باید شاد باشه و شایستن که کاوت بذاره موید رو با لباس تمیز، همچنین در خلموید، یعنی خلموید هم لباسش فرق داشته باشه، تر تمیز باشه، بهتر باشه. دالت با وجود که میسوایی که شادی کنه در تمام نمادین، خرگ سوکوت که بوده در میقداش، میسوای بیشتری، شادی بیشتری نوشته اسمختن، شادی کنه به حضور خداوند خالقتون قادرتون افروز. چجوری انجام میدادن؟ در عرب یوم تو بریشون معیا میکردن، این که گفته لیف نشمل و کخه من تو به تمیق داشت، در جمعه یوم تو بریشون آماده میکردن در به تمیق داشت، مکانی برای زنا بالا، برای مردا پایین، قاطی نبودن خاطر که مخلوط نشن با هم دیگه، و شروع میکنن که شادی کنن از خروج یوم تو به اول. همینطور در هر روز دو روز ایام خلموید، بعد از که قربان تامید مال بعد از ظهر تقدیمی شده تا آخر شب شادی میکنن. چگونه بوده این شادی؟ اون خلیل مکلیف نیم، اون نیزن نیم زده جلوشون و آهنگ میزدن با کینور، با چنگ، با مثل تعیم، یا اون تو که به هم میزنن، ستاش به هم میزنن، سنجه، سنج، و میرقصیدن و کف میزدن و پایکوبی میکردن و به اصطلاح میرقصیدن، هر کسی بر چیزی که بلده، و میگفتن سرود و مدهشه. و میسوایی که زیاد کنن در این شادی و انجام نمیدن اون رو همه آرسا، بلکه و هر کسی که میخواد، بلکه بزرگان خخام میسرای، رؤسای یشیوا، سندرین، نیکوکارا، زقنی، منشه محسه، افراد اهل عمل، اونا میرخصیدن و کف میزدن و شادی میکردن در تمیز داد در ایام خرگسوکت، و تمام مردم همه میآمدن که ببینن و بشنون. شماره هم میفرماید که رمبام زیخنون و لیبراخا میفرماید شادی که شادی کنه آدم در اجرای میسوا و عشق به خدا که بهش دستور داده، این خودش یه عبادت بزرگه. همین که شاد میشه که میسوا انجام میده، خوشحال میشه، تفلین میبنده، کلاس میاد، خوشحال میشه که اتروگلولا برخا میگه، خوشحال میشه که شبات نگه میداره، هر میسوایی که انجام میده باید خوشحال باشه. چرا؟ به خاطر که هشم
داره میسوای هشم انجام میده، به خاطری که به خاطر این به دنیا اومد، داره هدف اومدنش انجام میده، باید خوشحال باشه. و میفرماید که و در و از عبادت هشم، این عبادت هشم، بر کسی که خودشو من میکنه از این شادی شایستن که ازش مکافات بکشن، چون در قلالوت گفته خاطر که عبادت نکردی خداوند قادرت رو با شادی و خوش قلبی. و کسی که مگیس در تو یعوا میکنه و خلق کابود لسمو، و یعنی به خودش احترام میذاره، خودش عزیز میکنه در نظر خودش در این مکانا، از که بخواد شادی میسوا کنه و خطا کاره و دیوانه است، و بر این کسی که برازره و بر این برازر داره شلومو گفته ال تعدر لفنه مل، خودت رو با شکونه کن جلو پادشاه. و برعکس کسی که خودش کوچیک میکنه و سبک میکنه بدن خودش در این مکان ها، او کسی که کابوده بزرگه و محترمه عبادت میکنه شون رو با شادم. تو دمود داوود امینخ گفته شده که به نیغلوتی من سبکتر شدم از این و بودن پست در نظر خودم و بزرگی و کابود نیست مگر که شادی کنه به حضور هشم با شادی میسوای شنیم. و ملک داوید مفسفز میرخصید و پایکوبی میکرد به حضور هشم، آن میسوای بزرگی که شادی کنه در سیم خطورا با رقص دست دادن و رقص و پایکوبی و سسرود و تحسین، ولی آسوره که آهنگ بزنن، وسایل موسیقی بزنن، و آسوره که برقص در یوم تو به سکوت مثل هر یوم تو دیگه، بجاز سیمخت تورا که به خاطر کابود تورا مجاز کردند. یعنی کی میتونه برقصه؟ سیمخت تورا دست بزنه و برقصه، ولی روزهای دیگه نمیتونه. وسایل موسیقی سیمخت تورا هم نمیتونه بیاره بزنه، تنبک و ویالون نمیتونه بزنه هیچ وقت، حتی سیمخت تورا. میفرماید که پاشت شده، منتشر شده مینا اکتور اسرائیل که شادی کنن در هر شب خگ از سوکوت از مسای یوم تو بریشون تا مسای یوم تو بخرون. بله، و با وسایل موسیقی میزنن تو خلماید، خلماید میشه و همینطور مینا اکتور اسرائیل که انجام بدن یاد بودش سیمخای بتش و عبا با سرودا و تحسین ها با وسایل موسیقی در شبای خلماید سوکا. و بر این گفت شده است به گیل و بیر آده خورنمی کنید با ترس، در مکان شادی ترس هم باشه که نگه داره بر اون جدارهای سنیود که قاطی نشن مردا و زنا با هم، اردوی ما باید قادش باشه، تمام اعمالمون به خاطر هشم باشه، بعد مواظب باشه وقتی میخواد مسوا کنه با امون انشاءالله همراه نباشه. خب سیمان ترسد یعنی 664 می نویسه که شالوم نمود اوشنا ربای آلف روز هفتم خگ از سوکوت بهش میگن اوشنا ربای، روز آخر از 51 روزی که داده شده به جامعه اسرائیل که تشوبا کنن که قبول بشه تفیلاشون تشوباشون، بنابراین راست دارن که زیاد کنن در سری خود و تخنونی در آموزش تورا و تفیلا و یاد بگیره با شیمخواب و هیجان، زیرا اوشنا ربا سپرده میشن اون یاد داشت و بعد طبق این چی که سپرده میشن امکان داره که خلاص کنم چنین در روز شمینی از سری بنامه، این لازمه که انگیزش تشوهای بزرگی داشته باشه در روشن ربا و قلبش بلعزه به تشوها تمام روز. و در شعر کبانوت نوشته که در سه زمان دین میشن آدم ها، روششان آکیپور شب روشن ربا، و در این شب مر میشن به حیات خوبی و به مور سوم، همون مور خارجیه که انجام میشه از هارت و ختام و پنیشل یسود. خب شماره بت میفرماید مینهاگ اسرائیل که بیدار میمونن و مشغول میشن به تورا شب و شنا ربا، و خوبه که بخونن سدری که در سیدور قره ماید نوشته زمان پاراشیات میشنه تورا و میدراش ربا پاراشا ویستا براخا، و بعد از خسود میخونن سفر تلیم، قصد دارن که میگن باش سلی خود با نفری که عهد بسته شده با اونا. میفرماید که شماره بت قسمت ریز مینهاگ، این مینهاگ ذکر شده در کتاب شیبول لقت، همینطور نوشته در بنو عریزال در شرک آبانوت که لازمه که انسان بیدار باشه در شب هوشنا ربا، چون که دین میشن در اون تمام مخلوقات، و در نیمه اول شب بخونه میشنه تو را دواریم تا آخر بستا براخا، و سر از دارن که میگن سلی خود نزدیک پاس صبح، حقیقتا آسوله که بگن و یه برای یک میدود، هم تو نوشته در ناگید اون میسوا،
فضاب کرده که مواظب باشه آدم بسیار در تفیلاش به تمام اعمالش در روز روشن و ربازی رو موضوع خیلی بار هستن به تشروبات در اون روز. فتیفر شموئل نوشته که ماری مرتنبورگ اصلاش داشته که در روشن و ربا بگه در تفیلاش عمل خقادش و عمل خمیش باد، ولی ما رسمون اینجوری نیست. شماره گیمل میفرماید کسی که بعد 120 سال فوت کرد تو خگ ربانه ایسای فوتفا دادن که مجاز کنن شرکت کنه در لیمود و شهنا ربا چون طریقش. بله شماره دالت مرسی سالم باشید شما مرسی سالم باشید فعلا. دالت میفرماید بعد از سپیده نتیلا بگیره دستش مثل هر روز بدون برخا. شب تا صبح بیدار بوده دیگه، شب تا صبح که بیدار بوده نتیلا بدون برخواست برخواهی که تمام بیر خود تشخر با برخواهی تو را به جز برخواهی انتری دهیم، در حالتی که نخوابیده شب برخواهی تو را قبل از سپیده نمیگه. سپیده که 72 دقیقه قبل از طول آفتاب، کسی که برخواهی تو را میگه او قبل از سپیده اینکین اسمشم لبتال آورده. قبل از سپیده کسی که شب تا صبح بیداره قبل از سپیده بی خود تو را نگه. ه باعثی که برازر باشه تفیلان خونه قبل از نسخما. او میفرماید که یعنی که شروع کنه لخش رو با نسخما مگر اینکه شرط در خقه، واقعا جماعت خسته شونه و غیر ممکنه که بخوان صبر کنن تا نسخما، که اون وقت میتونن شروع کنن با شامه رو از وقتی که سپیده زد. و واب میگه مواظب باشه که چرت نزنه در تفیلای شهرید که سودش مزدش خارج بشه در مقابل ضررش، یعنی ضررش بیشتر میشه. و تفیلا بخونه شهرید و مصطف رو با هیجان و با شادی و قبل از باروش آمد میگه شه مایی رو کیم و بدم شه مره خشه مالا و به نیشتر بخی و ترم میگه شه مره ممقیم، همونطوری که در روز توبه داشتن. شماره زین میفرماید که دور تورا میگردن 7 بار به قول عفاری که گشتن سرید خو تایی که افتاد دیوارش و همطور در مصورا اومده آقومان ها و صبح با بایی و صبح با اتمیز بخه خواهد اونای سرید اقافوت از اقافوت تبا شبیه به قربانگاه میتونیم بندازیم دیوارهای دشمنان رو و اونا رو نابود کنیم. خب و میفرماید زیاد میکنن در سلی خود تو تخنونیم، تفیلا میخونن به برای بارون خاطری که در خگ ما محاکمه میشیم برای آب و موقع که شاری اسبول اخمانا میگه بلیل به یعور نمیگن، چون که عریضال فهمودن که آسوره که بگه و یعور در دورشن رو ربا، بلکه باید بگه آمین. شماره خط میفرماید که آخر تفیلت مصاف بعد تفیلای مصاف کی؟ روز و شهن ربا، روز چهار شبات به سلامتی و شادی بیاد به سرود توبود یه شود به نخامود از دور و نزدیک. ختم بعد از تفیلای مصاف بگیرد 5 تا شاخه بید و اونا رو متصل نکنه با لولا وصلن، بید تنها بکوبه به زمین 5 بار. چرا 5 بار؟ مقابله 5 حرف منسپخ، ای حروفیه که گبورا هستن، اینا حروفی هستن که سفید دارن، مم سفید، نون سفید، صادیک سفید، په سفید، کاف سفید، خاف سفید، اجرا کنه مینهای نویم که اینطور رسم داشتن. یادبود میخداش که میسوای عرابا انجام میشده در تمام 7 روز از الخال موشه میسینن. یعنی چی؟ هایا نطلی میگرفتن عرابا بید و دور میگشتن به قربانگا، بلکه در هر روز دور میگشتن قربانگا رو 1 بار و در روز 7 7 بار. بنابراین تحرین کردن خاخامین در این زمان که روز هفتم خگ هم از صد ببخشید خگ روز هفتم خگ یعنی مورد سوکا به میسوای عرابا به یاد بوده میخداش و براخانه میگن بر کوبیدن عرابا، چون که این میناگه فقط و در چندی سیزورا اشتباه افتاده که نوشته لشه میخود قبل از خبیتت کوبیدن عرابا لقیم یه صد نبیم پاک کن بعد دگی میناگه نبیم و اینجوری نیست که دوزش رو در مسخت سوکا داف ممدال تموچنی علاقه طبقی کسی یه گفته مینها گنویم. پس اونجا اگر دیدی نوشته یه صده نوی طولشه میخود بکنش مینها گنویم. شماره یه تت میفرماید بر طبق دیوره ربوته نامی قبالیم
میکوبن اون شاخه های بید رو که 5 تایه به زمین، سنگ فرش نمیزنن. یقوت معدیم، یقوت یوسف معدیم بخواه درد خلقیمه و تعم بوار، دلیلش توضیح داده شده در تشوبت گونی. بعد تبسیده گفتن در میدراش لقختو لولاو شبیه به ستون فقرات آدم، هدس مورد شبیه به چشم، عراوا شبیه به دهان، اتروک شبیه به قلب و میوت شهد یوم و شهن ربا. اینا در حالی که تا روز و شهن ربا اشتلا زیاد میکنن به میسوت، و اگر بیاد ساتان بدگویی کنه مقابلشون باطل میشه توسط کسرت میسوایی که داریم. ولی از حالا به بعد ما اشاره میکنیم با کوبیدن بید رو زمین که هر دوانی دهانی که بلند بشه بر ما که بخواد بدگویی کنه نتونه بیفته زمین، همونطوری که پاسخ میفرماید کل کریوت سر آرهی تو اصلاح، هر وسیلهی برای تو ساخته بشه موفق نشه، هر زبانی بلند بشه بر آرهی تو به قضاوت تو محکومش کنه، این است سهمیه بندگانشه. تا اینجا تو نوشته در ربنو عریزاد در شهره کبانوت که لازم که بکوبه 5 تا اون شاخه عربا رو در دور شهن ربا 5 بار رو زمین، چون شماره اوتیوت منسبخ که نیت ببنده مقابل 5 تا گبورات، و این کوبیدنه میاد که ضعیف کنه قدرت گبورا جبروت رو دین رو که شیرین بشن و به اصطلاح معطر بشن. گفتیم هر 5 باری که میکوبه هر کنمش به یکی از این حرفای منسبخ نیت ببنده. شماره یود میفرماید اون چرا که رست دارن که بکوبن بید تا ای که بیفتم برگاش اینا که چین و قطعه به خاطر شادی، به خاطر که اصلا میگن میسوای کوبیدن بید یعنی تکون دادنش، و خبید خبید لاشون نینوه بعضی ها میگن، بعضی ها میگن میسواش که بکوبه تو زمین، فقط این پساک دادن رما بگا که باستی انجام بدن دوتاشون تکون بدن و بعد بکوبن در زمین 5 بار و کافیه. دعت خیادان میریز ماران و عریزال ذکر نکرده بلکه کوبیدن که خوب انجام بده دوتاش. لودالف میگه دعت رما میپانوه که بگیره اون شاخهای بید رو بدونه که گره زده باشه، ولی رم از مخالفه و میگه که لازمه گره بزنم تو میناگه. که قطع خلا یودبت میفرماید که نگیره بیدی که تو لولاوه بعد از اینکه بازش کرد، بید تولولاب رو نگیره بعد از اینکه از تولولاب باز کرد برای اینکه بخواد بزنه زمین، فقط در زمان دخن که سخت براش که به دست بیاره بید دیگری میشه این بید لولاب رو بگیره. و یود گیمل میگه خب اندازه چقدر برای این میسوا که بزنه زمین؟ 3 تفاح 3 تا 24 سان مثل بیدی که توی لولابه. ویتا بگمارا اومده در گمارا همون راب نخمان صالح شیو شلوشا بعد علین لخین، یعنی باشه 3 تا شاخه برگش که تر باشه یعنی خوش نباشه. راب شوشاد میگه حتی یه برگی هم توی شاخه باشه کافیه. بعض دین علاقه مثل راب شوشاده بعد که نوشته به نایگان که زشته که یه دونه برگ داشته باشه توی شاخه، بخصوص در زمان اونها که بید پیدا میشه برکی بخواد. بنابراین این لخط خیلا بگیره بعد عراوای کاشر، و اگر پیدا نمیکنه عراوای کاشر بلکه عراوایی که نداره بلکه یه بعد یه شاخه داره یه دونه برگ داره میتونه انجام وظیفه بده. اینها یه نویم نبود دیگه چیکار کن وقتی نیست. یود داره بعد از این که کوبید اون به اصطلاح بید رو در زمین گلی 5 بار در مکان نیاز میتونه بده به کی دیگه؟ که او هم به کوبه و دوستش هم به دوستش، به صورتی که اون بله اون بید باقی مونده هنوز در کامل بودنش و لاغر اکثر برگاش هست. تتواب میگه عراوا فقط برای خودش چیز دیگه باش نباشه که نبنددش چیز دیگری باش، باید که معلوم باشه ایدسه میسواه، ولی اگر از دستش چیز دیگری ترسی نیست، ولی کلن عراوا رو با چیزی نبنده. زنها موافن همیسوای کوبیدن عراوا مانه میسوای هستش از من گراما زنها پاتونن. یود زن رسم دارن که
پو ایرقادش، اینجا ایرقادش یروشلایم تیبان دیتکان بینا بیام این آمین. بعد از آلنون شبه بر میگردن جماعت به کنیسا باز میکنن اخال، تمام جماعت با هم ترنم میگن در گفتن شمت کور خیز اول تا آخر شد تا باروخ ملخ مولا البتیش با خود بدون اسمش. بعضی ها میگن و مولا آمد بلا آمد تایل یه هم خوبه همچون نمیشتی در سفر نهل میشنن. و در خاتمش میگن اینک ما قبول میکنیم بر خودمون بلی ندر قبول کردن کامل که بگیر میشمت کوخن و در روز روشن ربا سال آینده در این زمان بعد اتفیلای شهری تو موسا و یه راستون که از زور خداوند در آسمان پدر آسمانیمون که مر کنه ما رو در کتاب زندگی خوب و موفق باشیم و زنده باشیم سالهای زیاد و خوش و شادی خرمی کنیم به نجاتش و اون مینهای خوبیه که بیان اینا رو بخونن برینده سال دیگه هم میان یودخت در روز روشن ربا بخونه پارشای ویزه تبر خواهد شنهی میرا به خواهد ترگم اگه فراموش کرد و مجبور شد نخون در شبش مینستر صبح بخونه قبل از تفیلای شخرید. زینویس توضیح میده که اگر ما که تو گالوت هستیم وزو تبرخال روز شمینی از سرت خوند ضرر نکرده از کاتب بشه مارم هم تو خیدا قسمت ریزش نوشته که نگاه کن موعد لخلخه یلغوت معدیم اقلصف معدیم خزان و بعدی های سوکوت نوشته ارخوت خاییم حلاخای قریت تورا و تنونخه نگور خستی دستیر راست دادن که مرتب میکنن پارش های ویزو تبرخال و دوچنه های میگرا به خاطرگون در شب سیمخت تورا سفر ناگی دومسوا یا ناگی دومسوه شاید نوشته که لازم که بخونه پارش های ویزو تبرخال رو چنه میگرا به خاطرگون در جمعه سیمخت تورا و به نظر میاد که بر کواناتو عل ساکن ارس اسرائیله که ارب سیمخت توراشون روزه و شهن و رباست ولی ماران خیدا در آراب خیدازار در مخزیق براخا می نویسن که از قول رما می پانو که نخونه ترگم رو در شب اینا و نه شبات و یوم تو بو لیکن ماران خیدا خودش در بیرکی یوسف نوشته که از قول مارام زخود که در خوستارس انجام می دن دو روز یا می تویم کسی که میخونه شلعه میگه بخواه ترگم پاراشای ویزو تبرخا در روز منسله ضرر نکرده و در چیزی که نوشته به شیوره براخا که صدوت لو گیلا آریزال رازایی که آشکار نکردهری مسئولیتی بر ما نیست این شام بلاخن به خسلارس بایستی که بخونه ویزو تبرخا رو شلعه هادگم در روز منسله نزدیک مینخا مراقیدا در شوت یوسف اومس نوشته که در شب شبات و یوم توب که هست ایت اوره روت رخمیم مطالب خونه میگرا نگاه کنیم باز در شوت یبی اومر خیلق واب و رخمیم سیمان صبح سیمان لامت صفحه 340 شماره یود اصلا رست دارن که مجاز که باز میکنن این بسته لولاب رو یعنی قسمت گرهی که زدن بش ولی نه اون قشری که در اوگده با عدس و عربا یه گره زدن به خود لولاوه بالاش شاید دیدید شما بعضی ها میزنن میگه این بازش میکنن بعضی ها ولی اون گره ای که اومدن زدن اتروگ یه زدن لولاو و عدس و عربا به انبستنش نه اما راست داریم که باز کنیم اوگدش اصلا ولش کن اوشن ربا نیز اوشن ربا ولش کن هیچ اصلا هیچی نکن پشوخان و سیمان ترستد سیف آله بخین کتب رویا شامتی دیمه شکاتو بلولاب کپوت ماریم خاصر واب نوشته کپوت ماریم واب نداره زیرا شیش روز او کافوت به قاشوره کپوت ماریم واب نداره یعنی شیش روزش کافوت و قاشور باشه مثلا شبیه به یک کف یه تیکه روز هفتم باز میکنن یه از اونجا دلیل میاد که هفتم میتونی بری باز کنی مال لولاوت کتاب سفر تل اورد یعنی قشری که
یعنی اون قشری که درست میکنن در سر لولا، ولی اون اگدی که درست میکنن با لولا و عدس و عربا بازش نمکنن هیچ وقت. پرکوپانی ما رست نداریم که باز کنیم، اصلا ولش کن، نیز در روشن لولا با کسی که میخواد باز کنه و گدش باز نکنه، مگر بعد از نهنمی وقافاتی که دیگه انجام وظیفه داده. این اینو مسپه اگه منتظر نیست که بخواد به دیگران بده. بعد که شماره 20 صفحه 340 لولا و انواعش و هم تو عراوا بعد از اینکه زدن زمین، اینا تشمیشو میسوستن، اینا تو آشغال ننداز، یعنی کنار بذار، نه که میخواد نمیخواد بری گانوزش کنی، ولی فست افتار نمیکنن رأس بیزایون بخوای داخل آشغال بندازیش، نندازش نندازش جایی که مردم پا بذارن روش، مثل یه گوشه ای کنار خیابون. ماران شورخانا روخ نوشته که اوشنا که در لولابه باوجه که میندازن اون رو ولی پا نمیذارن روش. و نوشته ما گنبرام که بعد بر از خگم لو ایفسا الاسه پا نذاره رو چوب سوکا تشمیش میسواز مثل سیستم لولاب. بیرکی یوسف نوشته که برتقیبسی که نوشته ماران شوخانا رو خونجا به گد سیسید، پارچه سیسید که او مندرس شده آدم جدا میکنه خودش دیگه نیپوشه، باسوره که برای کار زشت استفاده کنه، یعنی بیا مثلا باش کاشی تمیز کنه با پارچه سیسیدش، صدر بده که مواظب باشه در بندش که تو آشغال نندازه. بیرکی یوسف مینویسه که متاره به نظرش تو آشغال، این از اصل دینه میکن مقام رست دارن که موازه بند که بشنیم بعد میس باشم کاودش نگه دارن، اونطور نوشته رن بشنیم رعواد نگاه کن اونجا به این اوت به شوهل اومشیف که آورده میده رنبند و رن که نوشتن متاره از دین که استفاده کنه بعد از میس باشون حتی تشمیش زشت. اولین با وجوده که ای گذاشتن از سخاخ عرابا رو شاخه های سخاخ و عرابا در کنار های رشت عربیم و میان بعدش کارگر ها و میگیرن میزن تو آشغال میکنم، آقا میسو نیست، ما یه گوشه گذاشتیم چون که اون خودش ننداخته تو آشغال، آقا ما گذاشتیم توی یه گوشه ای مدن کارگر ها انداختن تو آشغال بندازن، ما دیگه ننداختیم. شماره الف صفحه 340 سیمان ترسا اتروک در روز هفتم. اتروک در روز هفتم آسوره بخوردن که اینک کنار گذاشته شده برای میسواش تمام مفروض و حتی اگر پاسور شده بعد از اینکه درست کرد انجام داد باش میسوا آسوره که تمام مفروض بیاد استفاده کنه از وشمینی از سرت مجاز. در خصوص لارس دست دارن که انجام میدن دو روز یوم تو به گالویوت که اتروک آسوره همچنین در شمینی و موتار در شویی تشیی نه بیت. اگر جدا کرد شیوعا اتروگیم لشیوعا یامیم، آقا یه نفر رفته افتا اتروک خریده برای حفوظ ماه، هر روزش یکیش انجام وظیفه میده، بعد او که انجام وظیفه داده میخورتش فرداش، ولی در روزش آسوره که مخصه شده برای اون روز. هفتا اتروک خریده برای هفت روز، گفته یه شنبه ای دو شنبه ای سه شنبه ای چهار شنبه ای هرچی، خب ای که مال دیروز بوده امروز میتونه بخوره چون فقط برای یه روز گذاشته. یش ناشیم گیمر اصلا زنهای موبرتی که گاز میزنن اون پیتام کدوم قسمتشه؟ بالاش پیتامه، پایینش چی میگن؟ اوغس چوبکش اوغسه که سر درخته، قسمت بالاش پیتامه. پیتام اتروک در روز اوشن ربا و بعد از اون تقسیم میکنن صدقه برای یعنی به تفیلا میکنن که هشم اون رو خلاص کنه در زمان زایمان که بچهشون به راحتی به دنیا بیارن و میفرماید که بر قیامه باشه ایشالله همه بچه هایی که به دنیا میان اسرائیل اونا که دست دارن چنین شایسته نیست که انجام بدن در روشن ربا چون که مخصه شده برای میسواش، بذاره بعد از این خط دارایی که میخواد گاز بزنه، خانم حامله که میخواد گاز بزنه، کی گاز بزنه؟ بعد از این خط دارا دالت اون رسمه که روز میکنن از اتروک مربا و شکر بعد خک که میارن سر سفره در شب تو بیشباد که اون روشن شنا لایلان تو با سایر میبایی که براخا میگن بر اونا در اون شب و براخا میگن برشون اهل خانواده. زنی که حامله است میخوره از مربا اتروی که براخا گفتن بروش در خرگ سوکت و داره سگولا که بچهش به دنیا بیاره به راحتی و نبارن و قبل از اینکه دردش بگیره بچهش به دنیا بیاد و خارج بشه اون بچه خنگ توبی مونشالون. پس اینجا ما در مورد زنهای حامله دو تا نکته گفته بود که تأثیر داره برای زایمان راحت و بچه سالم، یکی که
بعد سیمخت تورا قسمت سر بالای اتروگ رو گاز بزنه. و دومی که میکنن نه بعد گاز بزن قسمت بالای گاز بزن تموم شد نقطه سرخط برای زایمان راحت خوبه. نه گفته بخوره عفو خوردن نیست. بله نه فقط نوشته گاز بزنه فقط گاز بزن. بعدم میگه که مربا که میکنن شب توبا بخوره یه هم خوبه شب توبا بخوره از این مربا. تو بیشبات اینطوری که اینجا به نظر میرسه تیکه دو قسمت دوم اسمی از اینکه زن عامر مربا بخوره در تو بیشبات نگفته. مسلمه تو بیشبات بخوره خوبه ولی شاید اگر وقتش نرسه یعنی دیگه زایمانش زودتره میتونه زودتر هم بخوره اشکالی نداره ولی تاثیر داره برای زایمان راحت. و لازم نیست که برخا بگه بر اون شیان قبلا معاف شده در شیانی که برخا گفته در خگ بر میسوای اتروگلولا ولی زن سفارادی میتونه برخا شیانو بگه بر اتروگ اگه نخورده تا حالا چون که برخا نگفته بر اون در سکوت. بارو خشم لعلم آمن و آمن.